بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان در هر جای جهان، بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید، حال همه شما خوبه. من جلیل مرتضوی هستم. امروز شنبه هست، 27 جون 2020 میلادی و برابر است با 7 تیر 1399 خورشیدی. دوستان عزیز، این برنامه به طور زنده و مستقیم از باستان بزرگ پخش میشه و تقدیم شما عزیزان و شما ایران دوستان در سراسر جهانه. یکی دو نفر در این هفته با من تماس گرفته بودن که آقا این تلویزیون شما داستانش چیه؟ گفتم والا ما داستان رو فکر کنم هر موقع که برنامه داریم میگیم. ببین دوستان، این برنامه را سه طیف مختلف گوش میکنه. اولین آنها ایران دوستانه، چون این برنامه ایران دوستانه. حالا شما هرچی که میخواهید از هر مرام و نمیدونم مسلک و فلان، همینقدر که ایران دوست هستید این برنامه مال شما. پس بنابراین طیف اول و مهمش ایران دوستانه. طیف دوم خب مسلمه، ایران ستیزانه. ایران ستیزان این برنامه رو از دست نمیدن، چون میخوام بدونم ما چی میخواییم بگیم در مورد اون. همطور طیف سوم، هرچند یه بار که کنجکاویشون گل میکنه، اینها کیوریوس هستن، یعنی آدمایی که فعلا نشستن میخوام بدونن که این برنامه به کدوم مسیر میره و آیا دوست دارن که عضو این برنامه بشن یا نشن. خوشبختانه بعد از دو سه برنامه که گوش میکنن به صف ایران دوستان میپیوندن. این خبر خوبی است. به هر حال ممنونم از همه شما عزیزان. میدونید که این میکروفون یو اس ایران تی وی یه میکروفون آزاد برای همه اونهایی که این برنامه رو دنبال میکنن. بنابراین ما هم از ایران دوستان خوشمون میاد که میان تو برنامه حرف میزنن، اونایی که ایران ستیزن اونا را هم به هر حال میکروفون آزاد میذاریم، میریم چی میخوان بگن. یعنی ما هیچ ترسی از هیچ کسی در صحبت اونا تو ایران تیوی نداریم. چرا؟ برای اینکه پایگاه ما محکمه، پایگاه ایران دوستان پایگاه واقعیه و شما اینو میدونید. اما یکی دو تا مطلب دیگه قبل از اینکه بریم سراغ دوست بسیار خوب ما آزیتا شفازن در واشنگتن، و اون اینه که دوستان، اونهایی که به این برنامه کمک میکنن، هر موقع که دوستان چکی برای ما میفرستید حتما به ما بگید که ارسال کردید یه چیزی، چون ما نمیدونیم. چون یه دوستی یک ماه پیش چکی فرستاده بوده، بعد میبینه که این چک کش نشده، چون ما دریافت نکردیم دیگه، گم شده تو الان تو این اوضاع نابسامان ویروس کرونا و به هم ریختن ادارات و فلان، بعضی ما این اتفاق میفته زیاد نه، بله هر چند یه بار. بنابراین به این دوست پیام دادیم که نه، ما هیچ نامه‌ای چکی از شما دریافت نکردیم، بنابراین شما میتونی جلوی چکتو بگیری، یعنی در حقیقت استاپ پیمنت بذاری که دست کسی نیفته. و اونایی هم که از طریق کارت اعتباری میدن که اون مسئله نیست، ولی من تا یادتون نره دوستان، اونایی که به ما کمک میکنن و کارت اعتباری به ما میدن زیر نظر میستیک بوک چارج میشه. اگر تو صورت حسابتون بیاد میستیک بوک، یعنی اون مال ماست. میستیک هم از همون کتاب The Mystery of America که بنده نوشتم، و دوستانی که علاقه دارن این کتاب رو بگیرن، هم فارسی و هم انگلیسی، اون تا ورژن فارسیش از 40 راز از 40 سال زندگی، بنابراین هر دو موجوده. دوستایی که علاقه مندن کافیست تماس بگیرن و من برایشون این کتاب را ارسال بکنم. به هر حال ممنونم از حمایت شما، از همیاری شما، از اینکه این برنامه ایران دوستان رو دوست دارید. ما فوق‌العاده از این بابت راضی و خوشحالیم، چون این برنامه تنها برنامه ای هستش که در راستای مردم ایران داره صحبت میکنه و واقعا سعی میکنه که هر مشکلی که در ایران میبینه حداقل یک راه حلی ارائه بده. چون همه اونایی که در شبکه‌های مختلف این همه تبل و شیپور و میلیون‌ها دلار هزینه، صبح تا شب بر علیه مردم دارن حرف میزنن.
نمیدونم میخوان رژیم عوض کنن، میخوان نمیدونم به مردم این کارو بکنن، نمیدونم آزادی بدن، دموکراسی. ولی وقتی میبینن که مردم ایران نیاز به کمک داره، شما تا حال دیدید که یک دلار کمک کنن؟ باز دم همین ایران دوستان گرد تو این برنامه که رفتن یک هدیه واقعا عالی به پرستارهای ایران که با کرونا وایرس کار میکنن. ما الان خدمتتون بگم دوستان، باز هم جنوب امریکا، میگم جنوب ایران، این ویروس موج دوم رو شروع کرده که از ماهشهر و آبادان تماس گرفتن. ما به عده ای از پرستارهایی که با ویروس کرونا کار میکنن، برای اونها هدیه هاشون رو از فردا میفرستیم، چون داریم شناسایی میکنیم که از نظر کارت اعتبار فلان اینا. به هر حال همه اینا دوستان هدیه شماها هستش، ما فقط یه وسیله ایم. و این وسیله یو اس ایران تی وی اینجا خواهد بود و پروژه های زیادی هم در آینده داریم که شما رو در جریان میذاریم. دیگه پرونده علیرضا ده مرده در سیستان هم خوشبختانه بسته شد، چون عملش رو کردند و فرستادیم خونه و داره حسابی تو خونه، خوشبختانه رو به بهبودیه. و دوستای خوب من در لندن هم تمام مخارج یک ساله اونها را با تمام هزینه های درمانی، دارو، پوشک، هر چی که این بچه و خانواده نیاز داره، همین دوستای نازنین من در لندن این کار رو دارن میکنن. بنابراین دوستان خوشحالیم که اقلا ما یک کار خوب داریم برای مردم ایران انجام میدیم. این مهمه، عمل کار ما را لطفاً مورد آزمایش قرار بدیم. خب حالا میریم به واشنگتن دی سی، یعنی پرقدرت‌ترین شهر دنیا، و سلامی میکنیم به آزیتا شفازند. خانم شفازند، امیدوارم که خوب هستید در این گرمای طاقت فرسای واشنگتن. سلام به شما و شنونده ها و بیننده های عزیزتون. منم میخوام به نوبه خودم از شما تشکر کنم که شما یه وسیله‌ای هستین، به وسیله ایران دوستان، رابط ایران و ایران دوستانی که خارج کشور هستن. و پروژه علیرضا ده مردرم من گوش میدادم از تلویزیون شما و خیلی از این رابطه واقعا خوشحالم. یعنی احساس خیلی خوبی دست میده به خصوص به ایران دوستانی که خارج از کشور هستن. اینطوری احساس میکنی که از کشور هستن، اینطوری احساس میکنی که حتی دور هستی میتونی بازم یه کمکی باشی به هموطنات در داخل ایران. آفرین، هدف ما اینه. اونایی که این همه حرف الکی میزنن، آینم ما میخواییم اله کنیم، آقا بفرما مشکل هست، میتونی کمک کنی، بیا جلو. و خودت هم میتونی با در دستان همون خانواده خودت، فک فامیلات، همسایهات، بالاخره کسی رو میشناسین که مشکل داره در داخل. دیگه تو امریکایی که ما هستیم میبینیم همسایه همه مشکل دارن، میرن دنبال کوپن‌های غذایی که دولت در اختیارشون قرار داده، چون الان همه جا بحرانه. و ایران بحرانی تره. چرا؟ هم تحریم‌ها بر علیه ایرانه و هم به هم ریختن برجام که امروز خانم شفازن میخواد صحبت. اما خانم شفازن، یک مقاله میخوندم خیلی جالب بود، فقط برای اینکه جالب بود دارم خدمتتون میگم. پریز روز فکرم پنجشنبه بود، در روزنامه نوشته بود که از اونجایی که تعداد زرتشتی ها در ایران خیلی کم شده، در هند هم همینطور، ولی تعداد زرتشتی ها در امریکا رو به افزایشه، از نیویورک گرفته تا کالیفرنیا و تا تکساس. من فقط اینو هم بگم که حتما امید دانا یک کارهایی در این مورد کرده، بس که گفته من بچه زرتشتی هم و فلان. از وقتی که ایشون برنامه داره بفرمون، تعداد زرتشتی ها در امریکا رو به افزایشه. فقط خواستم این خبر تایید به شما بدم که چون در وال استریت نوشته شده بود دارم میگم، حدسی نبود، چون وال استریت به هر حال پر تیراژ ترین روزنامه امریکا است که بیش از 2 میلیون فقط تیراژ کاغذی داره، علاوه بر سایت مایتینا. فکر کنم خبر خوب باشه برای امید دانا. بله خانم شوالد، بفرمایید ببینیم که وزوزا از نظر تحریم در واشنگتن فشارها چیه برای ایران. اتفاقا من فکر کنم امید دانا اینجا نقش نشه، چون خیلی ضد امریکا و
غرب صحبت میکنه و حقایق رو میگه، منتها تو این جریان بازم صهیونیستا دست دارن. اینها بنیادایی درست کردن توی اروپا که سعی میکنن زرتشتی‌ها رو باشون تماس بگیرن و حتی مثلا بهایی‌ها رو، حتی کسایی رو میرن بهایی میکنن و به این اسم براشون رفیجی بگیرن، پناهندگی بگیرن، بیارنشون امریکا. و مرکزش یکی از مراکزشون توی اتریشه. بله، بعد هندم میارن، درسته. چون من خودم با چند تاشون تماس دارم و جریاناتی که به من گفتن من دارم باز میکنم. بعد سر این کتاب آقای بولتون، خب خیلی مسئله داغه. البته من این کتاب رو نخوندم، فکر نکنم حاضرم باشم که وقت بذارم این صفحات رو برم روش، برای اینکه وقتی که آقای بولتون انتخاب شد برای مشاور مشورتی مشاور امنیت آقای ترامپ، امنیت ملی امریکا، برای ایرانیایی که وطن دوست هستن واضح بود که ایشون چه نظراتی در مورد ایران داره. ولی خب من میدونم که یه سری مثل مجاهدین و بخشی از سلطنت طلبا، نه همشون، بخششون که وطن فروش هستن و بخشی از به هر حال کسانی که اسم خودشون رو اپوزیسیون میذارن، خیلی خوشحال شدن، مثل که عروسیشون بود. و این عروسی رو در حد اینور و اونور که من خوندم در مورد کتاب آقای بولتون گفتن، زمانی که ایران گل و بلهاک رو سرنگون میکنه، اون پهپاد بزرگ رو، مثل که عروسی آقای جان بولتون بود دیگه. چون رفتن بعد از قراری که داشتن توی و اون جلسه‌ای که گذاشته بودن در کاخ سفید، مثل که قرار بوده ساعت 9 شب حمله کنن، تو اون جلسه تصمیم میگن و ایشون چون فکر میکنه شب خیلی طولانی داره، میگه من بهتره برم خونه کت شلوارم رو عوض کنم، یه کت شلوار بکنم راحت تر بشه و بعد لذت ببره زمانی که به ایران حمله خواهد شد. و میگن که 3 تا جارم در نظر گرفته بودن که حمله کنن، که در عین اینکه ایشون داره میره خونه و زنگ زده میشه و با دوباره رئیس نمیدونم نظامی مار منطقه خاورمیانه و نمیدونم واشنگتن و پنتاگون و به هر حال با آقای ترامپ صحبت میکنه، میگن که چون یه اتفاقی افتاده جلوی سفارت انگلیس در ایران، اینو انداختن به ساعت 10 شب. بعد این خب بازم سر این مسئله ناراحت میشه که چرا یک ساعت دیر میشه. بعد به هر حال ترامپ تصمیم میگیره که میگه نه بابا، کسی کشته نشده و بنابراین بهتره که ما حمله نکنیم. در این کتاب مثال‌های مختلفی که زده، سرآخرش میخواد بگه که آقای ترامپ که اومده شده رئیس جمهور امریکا، ایشون نه مناسبات بین‌المللی میدونه، نه میدونه چجوری قدرت امریکا رو بتونه نگه داره در سطح جهانی، و ایشون دقیقاً یه شخصیت پرزیدنتی نداره. که حالا مثلا اینست که آقای بولتون خیلی روابط بین و ملل خوب بلده و تازه خانم شبودن دو تا چیز اتفاقا خوب الان خوب اشاره کردید. این کتاب اتفاقا دوست خوب منم شما علیرضا سلیمانی هم برای من فرستاده بود تو پی دی اف فایل. آره، بهت بگم یه چیز خیلی جالب. اولا که آقای ترامپ همین دیروز بود یا پریروز بود تو برنامه شان هنیدی به این موضوع اشاره کرد، گفت ببین این آخه دونالد ترامپ، دوستان، واژه اخیری که در مورد جان بولتون استفاده میکنه، میگه واشت آپ گای، یعنی این آشغال، یعنی چیزی که مثلا تو جوبینا آب میزنه بیرون، واشت آپ دیگه، یعنی میزنه بیرون، یعنی آشغال. گفت این آشغال کله اومده بود فکر میکرد که حالا هر کسی این دوست نداره زود با سرکلهش بمب بریزه. گفت من نمیفهمم این تا حال در کجا انتخاب شده، چه رأی آورده،
گفت من این سیک پاپی یعنی این طول سگ کثیف و خودش داره واژه هایی که آقای ترامپ داره استفاده میکنه ها، سیک پاپی یعنی طول سگ، میگه این طول سگ التماس کرد که من بهش کار بدم، منم دیگه دیدم اگر کار درست حسابی بدم خب باید تایید سنا بشه، کانفرمیشن این نداره، گفت سنا از این بدش میاد، از هرگز اینو کانفرم نکردن جایی، بنابراین گفتم بذار مشاوره امنیت باشه و فلان، دیگه احتیاج به کانفرمیشن نداره. حالا جالبه تو همون جلسه که برگشته بوده از خونه، اینو من در یک مقاله‌ای که قسمت‌هایی مثل این که پشت پرده ها رو نوشته بودن، این میاد به مایک پنس، به معاون ترامپ میگه که تو رو خدا تو برو شاید تو بتونی عقیدهش عوض کنی. این میاد پیش ترامپ میگه که میخوای عقیدت عوض کنی در مورد حمله، ترامپ گفته بود نه واسه چی؟ من نمیخوام که جنگی را بندازم، کسی کشته نشده. خلاصه من یعنی کل داستان این بابا و چقدر آدم های پشت سر این بودن خانم میشه بازن، اولا تمام دستگاه های تبلیغات لابی صهیونیست ها و اسرائیل بر این بوده که روی آقای ترامپ فشار آوردن که اینو موقع بذاره وزیر خارجه، که آقای ترامپ زیر بار نرفت و بعدم گویا بنا به توصیه شلدن ادلسون که ناامید شده بود، چون شلدن ادلسون این صهیونیست معروف که از ایران هم نفرت داره که میخواد ایران مورد هدف بمب اتم هم قرار بگیره، چون اون 10 میلیون دلار به انتخابات ترامپ داده بود، او خواهش میکنه که حداقل یه کاری مشاوره امنیتی چیزی به این بده، که اون بعدا معلوم شد که یعنی سفارشی بوده بر اثر پول و ایلا این لیاقت این پست رو نداشته، چون دیدیم که در ونزوئلا هم که چه آبروریزی بود، هم آبروی پامپیو رو برد هم آبروی آقای ترامپ. بله دیگه، آقای بولتون که مشاور امنیت ملی بوده دقیقا طوری که انتقاد میکنه به ترامپ که سیاست خارجی بلد نیست، سیاست خارجی از لحاظ آقای بولتون یعنی این که جنگ 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 و بوم بوم بوم. ببینین همطور که شما گفتین شلدن ادلسون یعنی در این سیستم امریکا که خیلی ها این ور و اون ورش یک مقامی دارن، کار دارن، مقاله می نویسن، توی مطبوعات هستن، خیلی ها متنفرن از ایران، یعنی دشمنان قسم خورده ایران هستن و من اینو دارم میگم برای اینکه دوستان ما که ایران اینو گوش میدن و فکر میکنن که مثلا اسرائیل چیکار کرده با ما، با ما که کاری نکرده، خیلی دوست ماست، یا عربستان سعودی که کاری نکرده و تلویزیون های اینا رو نگاه میکنن و برنامه هایی که برای ایرانیان عزیز تو ایران درست میکنن که بدونی که خودشون بفهمن دارن شستشوی مغزی میدن ایرانی ها رو. حالا این سه تفنگدار توی این کتاب به نظر من که آقای نتانیاهو، مایک پومپئو و آقای جان بولتون خیلی نشون میده که رابطهشون خیلی خوبه، به خصوص پیوند اینها سر مسئله ایرانه، یعنی وحدتی که دارن با هم دیگه بعد از اینکه ترامپ به اینا قول داده بودش که میاد برجامو پاره میکنه و بعد از این گفتش که خب ترامپ چی اومد مطرح کرد که ما حاضریم با ایران بشینیم و یه برجام دیگه یا گفتگو کنیم به یک قرارداد دیگه ای ما برسیم و تمام این مدتی که تمام این سالهایی که نتانیاهو سر کار بوده اگر ایرانیان عزیز توجه کنن به خصوص در کنفرانس هایی که ایپک میذاره طرفدارای لابی اسرائیل میذارن، تمام سابجکت این کنفرانس هر سال بعد از کنفرانس دیگه ایرانه که ما چجوری ایران ازاله کنیم، چجوری ایران رو حمله کنیم، چه کسایی رو ما بریم لابی کنیم که بیاریم سر کار در امریکا که بیشتر دشمن ایران باشن، برنامه های جدیدی که میرزن و این کنفرانسی که ایپک میذاره روز آخرش همه میرن توی کانگرس که میدونیم 10,000 نفر 100,000 نفر اینا بعضیاشون شرکت میکنن که اینا میرن توی
کنگره توی آفیس های مختلف و شروع میکنن لابی کردن، لابیشون هم همش ضد ایرانه. حالا خانم توازن یه سوال فکر میکنی اینا به خاطر اینکه اینقدر ایران قوی و اهمیت داره دیگه، چون این همه کشور، ما 195 کشور داریم تو دنیا، اقلا 200 داشتم تو خاورمیانه هستش، چرا اسرائیل این همه هزینه میکنه فقط به خاطر که ایران بکوبه؟ حتما یه دلیلی خاصی داره دیگه، این دلیل به نظر شما چیه؟ من دلیلای بالا مختلف میبینم. ببینین مسئله در درجه اول قدرته، قدرت در خاورمیانه است در درجه اول، حالا به چه سبکایی، مذهبی، چه میدونم اجتماعی، سیاسی، غیره و غیره، رابطه هایی که برقرار میکنن در امریکا که امریکا به هر حال پشتشون باشه به خاطر کارهایی که میکنه. مسئله در درجه اول قدرت در خاورمیانه است و این از زمان در حقیقت به نظر من وقتی که نگاه میکنیم سلسله مراتب، این از در حقیقت از زمان شاه شروع شده بود، موقعی که پول قیمت نفت رفت بالا و پول بیشتر اومد توی ایران و شاه گفت منم میخوام قدرت منطقه باشم، برای این هم عربستان سعودی هم اسرائیل باید این قدرت جدیدی که میخواد بیاد شکل بگیره رو بندازن. و این به هر حال بعد از انقلابی که در ایران شد و به هر حال ایران مسائلش بعد از جنگ یک به یک حل کرد و به خاطر برنامه‌ای که خود امریکا حمله به افغانستان، حمله به عراق و یک به یک دشمنای ایران رو از سر راه ایران برداشت و ایران هم به نظر من به طور خیلی مناسب از این مسائل استفاده کرد که بتونه خودشو به عنوان یک قدرت منطقه بتونه نشون بده. درست. تمام بعد از برجام تمام هدف بولتون، پومپو و آقای نتانیاهو این بودش که همه کار بکنن که هیچ گونه رابطه‌ای بین ایران و امریکا برقرار نشه، حتی اگه قرار بود ملاقاتی این ور اون ور باشه، یعنی همه راه ها رو ببندن و حتی بین امریکا و ایران تنش رو بیشتر و بیشتر کنن. اگه شما یادتون باشه توی G7 ماکرون که رئیس جمهور فرانسه است اومد رابط بشه، بین آقای جواد ظریف رو دعوت کرد که بیاد توی اون، نه که حالا بیاد توی میتینگ G7 شرکت کنه، ولی بیاد توی اونجا که به هر حال یک رابطه‌ای برقرار بشه بین ترامپ و توی جواد ظریف در فرانسه کمر پارسال. بله. بعد توی اینجا جان بولتون چیزی که میگه خیلی ناراحت شده بوده سر این مسئله، حتی خود نتانیاهو میاد مستقیم زنگ میزنه، میخواد زنگ بزنه به ترامپ که میدونی که جرد کوشنر که دامادش هست در حقیقت سکرتری اونجام هستش و میاد در حقیقت وقتی که زنگ میزنه میخواد به ترامپ بگه که مثلا حق نداری تو صحبت کنی با آقای ظریفان، یا هیچ چشت نخوره به چش آقای ظریف. و وقتی که اینو جرد کوشنر میشنوه میگه که من فکر نکنم درست باشه که یه مثلا نخست وزیر یه کشور دیگه بیاد بالاخره مثلا به ترامپ، که اونم یعنی این تو اینجا نشون میده که حتی اون جرد کوشنر که با نتانیاهو خیلی دوسته، میدونین که دوستی قدیمی داره، خانوادگی، بله درست، بالاخره داماد آقای ترامپ هم هست اونجا، هنی حتی چیزش بیشتر از آقای بولتونه، یعنی که آقای اصلا آقای اتفاقا درست گفتی، فکری داره، درست گفتی. تو این کتاب بولتون میگه که کوشنر از همه قوی تره تو کاغذ سفید، یعنی از رو ناراحتی داره میگه، میگه هر اتفاقی که میفته باید حتما جرالد کوشنر دخالت کنه. آها. و این بله خیلی عصبانیش کرده بود. کوشنر نمیذاره نتانیاهو صحبت کنه با ترامپ تو اون زمان و اتفاقا میگه که این درست نیستش که
یه نفر دیگه بیاد به یه کشور دیگه مثلا بیاد به ترامپ بگه که با کی حرف بزن با کی حرف نزن. بعد اونجا توی کتاب نوشته میشه که جرد کوشنر مثل دموکرات ها رفتار میکنه. جان بولتو میگه مثل دموکرات ها رفتار میکنه. حالا مثلا میگم من خودم نه تو سیاست ایران سیاست مدار نیستم و اینا، فقط از چیزایی که به هر حال اینجا خونده میشه و توی سیاست امریکا توی این واشنگتن هستیم. من مثلا میدونیم اینا خب میخواستن، یعنی هدف اینا این بوده که هیچ رابطه‌ای برقرار نشه. ما مثلا من و شما یا کسای دیگه قبلا گفتیم که آقا ما موافق این هستیم که اگر یه جلسه مثلا سازمان ملله، خب شما اگه مثلا یک نماینده امریکا رو میبینی یا نماینده مثلا عربستان رو یا کسی دیگر رو میبینی، یه سری آدم میتونه تکون بده یا یه دستی بده. دست دادن، سر تکون دادن این نیستش که من جلوی تو ضعیفم و همه چیزی که شما گفتین قبول کردم. خب همونطوری که شما گفتیم مذاکره کردن به این معنی نیست که من قبول میکنم هر آنچه که تو گفتی و یا من سر فرود میارم به آنچه که تو گفتی، ولی من میخوام ببینیم که ما هم باید سیاست داشت باشیم. ما همه میدونستیم که جان بولتون چیه و چه کارایی، حالا قبل از اینکه این کتاب بیاد بیرون، یعنی مجاهدین که در این کنگره داشتن که اصلا با دومشون گردو میشکوندن، آقا جنگ شروع شد دیگه تمومه، جان بولتون اومد چون رفته بود توی حتی به مجاهدین هم وعده داده بود دیگه، توی کنفرانسشون هم شرکت کرده بود، گفته بود میبینیم هم دیگر رو توی ایران. آره دیگه هر سال این قولا رو میداد، اون پولا رو میگیره جان بولتون، تمام کارش رو پول ها. خیلی جالبه چون همین کتابم هم که این همه اینه، اگر این واقعا آدم با پرینسیپلی بود که میگه ترامپ لیاقت رئیس جمهور رو نداره، پس چرا نرفت تو کنگره اونجا که داشتن آقای ترامپ رو اخراج میکردن در حقیقت، چرا تو ایمپیچمنت شرکت نکرد؟ دعوت هم کرده بودن، گفت نه من باید سپینا بشم، یعنی میدونست که دیگه اگه اون میره تو دادگاه انقدر طول میدن که نمیشه. بنابراین به خاطر این پولی که 2 میلیون دلار میخواسته از این ناشر کتابش بگیره، اگر این حرفا رو میگفت دیگه یارو کتاب چاپ نمیکرد. تمام کارهای بولتون فقط روی پول و منافع شخصی. حالا میدونی که بولتون در موقعی که توی جی 7 بوده اینقدر سر این مسئله ناراحت بوده که چرا ترامپ با نتانیاهو صحبت نکرده، سر مسئله این که ممکنه ظریف و ایشون ببینه صحبت کنه، اینقدر ناراحت بوده که حتی بلیت به تمام استفش گفته بوده آماده باشین که اگر این اتفاق افتاد همه سوار هواپیما میشیم و اونجا رو ترک میکنیم. خب یعنی به عنوان اعتراض به سیاست های ترامپ ما اونجا رو ترک میکنیم و حتی میگه که من رزگنیشنم هم نوشته بودم که اگه این اتفاق افتاد بیام بدم. حالا چقدر خوب میشد اگه آقای ظریف میرفت یه های هوی میکرد خب تا این رزگنیشنشو زودتر میداد. یعنی ما میتونستیم تضاد ایجاد کنیم. آره ولی باور کن اینو باور نکن، این آدم دروغگویی. حالا که چون محمد حل شده اینو داره میگه، ولی من میدونم که این با میسار و تازه مثل همینه که رفت کره شمالی دیگه، آقای ترامپ که رفته اونجا در تاریخ این روابط بین امریکا و کره شمالی اولین بار یک رئیس جمهور امریکا وارد خاک کره شمالی میشه، فلان ملاقات ها صورت گرفته. این ترامپ یک رابطه خوبی با رئیس یعنی آقای کیم برقرار کرده بود، آقا این میاد بیرون یک کنفرانس میده که بله ما میخواییم همین مدل لیبی را اینجا پیاده کنیم. آقا دیگه اون در حقیقت من اگه جای ترامپ بودم اونجا اخراجش میکنن دیگه، نمی آوردم به امریکا. درست میگین شما، درسته. حالا اینا شما که میدونین در آژانس هسته‌ای، چون بعد از اینکه فهمیدن که در 27 مهر که میشه تقریبا 18 اکتبر که 5 سال بعد از برجام درست
میگذره، اینها توی سازمان ملل دقیقاً اون تحریمی که اگه ایران سلاح‌های هسته‌ای بخره، میگم ببخشید سلاح‌های میلیتری نظامی خرید فروش اسلحه، درسته؟ بله، این برداشته میشه که بعد از 13 سال که این تحریم گذاشته شده. خب و اینا به تکافو افتادن که ما نباید بذاریم که این تحریم برداشته شه. خب و رفتن توی آژانس، دقیقاً فرانسه، سه تا کشور فرانسه، سه تا کشور اروپایی، انگلیس و فکر کنم میکیشو نمیدونم الان یادم نیست از خاطرم رفت، سه تا کشور آوردن یک قطعنامه ای که ایران باید بذاره دو تا سایت دیگرش ما بریم نگاه کنیم. مثلا حالا اون دو تا سایت اصلا مثل که نیستش توی لیستایی که باید اینا نگاه کنن، و باید بذاره ما بریم بازرسی کنیم و یه تخطی کرده از یه سری مسائل، یعنی اصلا برنامه برجامو توی اونجا نیوردن. چون قبل از اینم که امریکا میگفتش که من جزء برجام هستم، من میتونم بیام بگم اینو اینا، که ایران نمیتونه چیز کنه، من میخوام چیزای برجام، این تخطی کرده ایران. و کشورهای اروپایی اومدن گفتن که شما خب جزء برجام نیستی، ولی به هر حال توی این بستر وقتی که اینا هم رفتن این سه تا کشور این یه دونه قطعنامه آوردن و این قطعنامه مثل که دو روز پیش تصویب شد، آورده بودن و تصویب شد، و حالا ممکنه مثلا این قطعنامه بره به طرف سازمان ملل، چون آژانس هسته‌ای، بره به طرف سازمان ملل که اونجا بتونن تصمیم بگیرن که آیا دوباره تحریم هایی که سازمان ملل گذاشته بوده و ورداشته شده، من در مورد تحریم های امریکا صحبت نمی کنم، تحریم هایی که سازمان ملل گذاشته شده و ورداشته شده، آیا چون توی اون برجام مثل که یه دونه پاراگرافی اومده که میکانیزم ماشه اسمشو میارن، یعنی که دست این تفنگ ماشه دستتون میذارین رو ماشه، یعنی هر زمان میتونه این ماشه زده شه و اگر تخلفی از ایران دیدن چیکار کنه، این دوباره تحریما برگرده سر جاش. خب حالا این وسط خب چین و روسیه مخالفن و ممکنه ویتو کنن، ولی میدونیم که توی اونجا 15 تا کشورن که توی مثل اون زمانم، اون زمان کسی که ران میکنه رئیس این جلسه شورای امنیت فرانسه خواهد بود اون زمان. خب بعد فقط مسئله این ویتو، یعنی ما باید دعا کنیم برای ویتویی که چین و روسیه میکنن، چون به هر حال ما به خاطر تجربه‌ای که قبلا داشتیم و تحریمایی که شده، مثلا من یادم یک سال تحریم، یک سال قرار بود رأی‌گیری بشه، درست روز شنبه بود که بعد گفتن نه باید بشه دوشنبه، یعنی امریکا آمد گفتش بشه دوشنبه، در همون یک روز ما میسیم افریقای جنوبی و هند خیلی رأیشون مهم بود و بعدن فهمیدیم بعدن که هم به افریقای جنوبی و هم به هند وعده ها و یه سری قراردادهای اقتصادی بستن که رأی اونا رو به تحریم به ایران مثبت کنن. و بالاخره این وزنه چرخید و تحریم ها تصویب شد. یعنی در حقیقت همه چی برمیگرده به پول دیگه، یارو میاد یه پولی میده میگه ببین ما به این خاطر همش هم چیزهای اقتصادیه، ما کمکتون میکنیم اگر شما این رأی بدید. درست، ولی بعد از طرف دیگه که مثلا ماها امیدمون این است که او این یک جوری بگذره و مثلا آقای جو بایدن بیاد سر کار،
که ایشون گفتن که ما به برجام برمیگردیم. منتها من به خاطر این گفتم که ببینیم چه آدم های سر کار هستن، چه توی کنگره امریکا، چه توی مطبوعات و چه توی بنیادهای به اصطلاح غیر انتفاعی، اینها همه هی دارن بر علیه ایران کار میکنن و دستور میپیچن و کاراشون هم جاهای مختلف اجرا میکنن. یه دونه توی جون 24 آقای اوباما و جو بایدن، آقای اوباما داشت صحبت میکرد سر اینکه فاندریزینگ کنه برای جو بایدن و ایشون خیلی جالبه، برین جون 24 نگاه کنین. آقای اوباما میاد چیزی که مطرح میکنه، میگه که چون بر علیه ترامپ صحبت میکنه، خب که کارهایی که ترامپ کرده کشور رو به اینجا کشونده و اینا، منتها اینه که میاد از جورج بوش دفاع میکنه توی این صحبتاش که he is the man of the law، یه کسی بوده که رول آف لا رو اجرا کرده و همین جمله رو استفاده میکنه. حالا آقای بوشی که میاد توتریزی میکنن و دروغ میگن، حمله میکنن به عراق، درسته؟ و دوباره ادامه میده که آقای اوباما که اعتقادی که بوش داره که امریکا باید قدرت اولیه باشه در جهان و به این سیستم معتقده. اینو من دارم برای عزیزانی میگم که هی میگن که انتقاد میکنن به ایران. ببین ایران مثلا این اوباما اومد برجام و چیز کرد، ایران اینجاش اینو نوشت، روی موشکش اونو نوشت، اینجاشو خطکاری کرد، اونجاشو دیر انجام داد. میخوام بگم که حتی زمانی که آقای بایدن آقای اوباما اومد حتی برجام رو اجرا کرد، اینقدر خودش برین توجه کنین، اینقدر طول داد سر چیز و تا اینکه اختلاف پیدا کرده بود، یعنی از نظر نتانیاهو و عربستان سعودی این برجامی که حتی امضا شد اونقدر خدمت نکرد به اینها. یعنی مسئله امریکا، یعنی باید تصمیم بگیره امریکا به نظر من با این اوضاع کنونی که در داخل امریکا ما مشکلاتی که داریم، آیا میخواد تمام تروفشو، تمام بیساشو، تمام بیسای نظامیشو در خاورمیانه نگه داره برای اینکه تمام این بیسا به پشتیبانی از قدرت عربستان سعودی و اسرائیل، که این توازنی که قراره مثلا اگر اجرا بشه، یعنی اگه امریکا بکشه تمام نیروهای نظامیشو بیرون، که اگر یادتونم باشه تقریبا یک سال پیش که از سوریه میخواست بکشه بیرون، کسانی که صداشون بیرون اومد کیا بودن؟ تمام دموکراتا، یادتون هست؟ درسته، بله، از جمله وزیر دفاع. اینقدر امیدوار نباشین که اگه دموکرات ها آمدن سر کار، یک برجام دیگه به ما اینا هدیه میدن. دموکرات ها در حد صهیونیست‌تر از خود جمهوری خواه هستن. جمهوری خواه ها در درونشون مسیحیت راستا، اونایی که خیلی مسیحیت به مسیحیت و دوباره آمدن مسیح معتقدن، اونها اینطوری خدمت میکنن به اسرائیل و عربستان سعودی. و در حقیقت اینها تا وقتی که این تفکر و این قدرت در درون حاکمیت امریکا باشه، مسئله ایران چجوری میخواد حل بشه؟ نمیتونه حل بشه. تا یا اینکه باید امریکا نیروهای نظامیشو بکشه بیرون، و اون موقع وقتی که اسرائیل حتی با قدرت نظامی که داره و عربستان سعودی، باید چیکار کنن؟
تعدیل پیدا کنه موازشون و با ایران به قول معروف بیان به سر یه میز بشن و مسائلشون رو حل کنن. و تا وقتی که نیروهای نظامی امریکا پشت در خاورمیانه هست و پشت عربستان سعودیه، پشت اسرائیل، اینها از موازهشون پایین نمیان و حاضرم نیستن که یک قدرت دیگه تو منطقه به نام ایران بلند بشه. حالا حمزه آزن یه سوال. میدونی که در این صحبتهایی که شده بود، البته خب این بر میگرده به لابی های شرکت های اسلحه سازی، چون دلیل اصلی که این ارتش امریکا اونجا هستش به خاطر همین شرکت هاست که لابی فوق العاده قوی دارن و این لابی ها هستش که میگن مثلا بودن سربازها در اونجا مهمه. الان آقای ترامپ گفته که من 9500 سرباز از آلمان میارم بیرون، همه جا میگن کار دیگه امریکا تصمیم گرفته میسین که دیگه قدرت جهانی نیست، اونجوری مثلا میخوان یه مقدار یک تضاد ایجاد کنن که اون ادامه داشته باشه، در صورتی که ما میدونیم که آلمان نیازی نداره که مثلا در حال حاضر امریکا ازش دفاع بکنه، چون آلمان با کسی تو جنگ نیست، کاری نمیکنه که دفاع لازم داشته باشه. در خاورمیانه به همین شکل، ولی عربستان سعودی اینا احتیاج دارن، اونها تا زمانی که پول دارن پول میدن این ارتش امریکا اونجا خواهد بود. خود آقای ترامپ دیگه اولین آدمی بود در ریاست جمهوری به نظر من خیلی صادقانه گفت من به پادشاه عربستان گفتم هی کینگ، ما اگر از پشت شما 2 هفته بکشیم بیرون کل حکومت شما از بین میره. اینو دیگه جلوی آدم و عالم، جلوی 21,000 نفر داشت حرف میزد. یعنی واقعا هیچ دموکراتی هرگز با این صراحت، در صورتی که همه ما میدونیم داستان همینه، ولی ترامپ اومد علنا گفت. و این جنگ در حقیقت اونجا، یعنی این جریانات، به خاطر همین مسئله پوله. تا این پولا هستش ما این گرفتاری داریم. و درست میگی، ایران نمیتونه روی هیچ کدوم از اینه حساب کنه، مگر اینکه خود ایران با توجه به دانایی و توانایی که داره، تنها چیزی که میتونه روش حساب بکنه روی همون دانایی و توانایی خودشه، غیر از این کار دیگه. دوستان ما داریم با خانم شفازن گفتگو میکنیم، اگر شما هم سوالی دارید، سوالی دارید، میتونید بیایید رو خط. بنابراین امید بستن به خارج الان به درد نمیخوره، نه تنها به درد نمیخوره، زمانی میتونی امید به خارج ببندی که خودت توانایی دفاع داشته باشی. اگه توانایی دفاعیت خوبه، بنابراین هر جوری دلت میخواد برو مذاکره کن، صحبت کن، به قول خانم شفازند سرتو به این تکون بده، به اون تکون بده تو سازمان ملل. اگر اون سیستم دفاعیتو داری که از اون خیال راحته، بله میتونی، ولی اگر اون سیستم دفاعی رو نداشته باشی که دیگه چی، دیگه باید هی کزدار مریض بری جلو، فقط باید بگی که تو رو خدا نزن دیگه. داستان یه نفر میگن آره ایرانو میخوام بزنم، بابا ایرانم که آقای احمدی نژاد اون موقعی که رئیس جمهور بود اینا هی داستان میگفتن آقا الان گزینه جنگ رو میزه، یه دفعه اومد آقای احمدی نژاد گفت گزینه جنگ ما رو میزه دیگه. از اون موقع تا حال جورج بوش اینا اونو تکرار نکردن. بنابراین داستان فعلا اینجوریه. بفرمایید خانم شفازن. بله، یعنی ببخشید یه تلفن دارم خانم شفازن، یکی میخواد با شما صحبت کنه، عذر میخوام چون تلفن هم میاد میره، الان اینو جواب بدیم بعد. الو سلام دوست، بفرمایید در خدمتتونم. سلام علیرضا، سلام. یه خورده بلندتر. آها الان صداتون اومد. جان مرتضوی، جانم، جواب خانم محترم باید عرض کنم که اینجا بحث به اصطلاح خود مذاکره مهم هست، نه اینکه ما بیایم مذاکره کنیم یا مذاکره نکنیم. چیزی از برجام نمونده و آقای روحانی یا آقای ترامپ اینها چیزی برای ارائه کردن ندارن. این وسط فقط به فقط این هستش که آقای ترامپ گفته من اینا رو میکشونم پای میز مذاکره. و چیز جالبتر این که اگر ایران بره پای میز مذاکره میخواد راجع به چی حرف بزنه؟
نفس مذاکره غلطه، نه خود مذاکره، متوجه؟ یعنی اینی که اونی که آقای ترامپ، مگه ندیدید آقای ترامپ پاشد رفت کره شمالی، بعد گفت آقا دیدید که ما با این کره شمالی نشستیم به مذاکره. بعد آقای روحانی خیلی حرف جالبی زد، گفت آقا اول میشینیم توافق میکنیم، بعد با هم ماچو بوسه و عکس یادگاری میگیریم. یعنی خود مذاکره مهمه، یعنی چطور بهتون بگم، باید پوز یکی این وسط به خاک مالیده بشه، یا ترامپ یا ایران، متوجه؟ و مهمترین مسئله اینه که آقای بایدن هم که بیاد سر کار هیچ چیزی تغییر نمیکنه. یعنی همونطوری که شما فرمودید، ایران باید روی توانایی خودش حساب بکنه. الان مشخص میشه که ترور به اصطلاح سردار ملی شهید قاسم سلیمانی چه معنی داره. الان مشخص میشه چرا ایشون رو ترور کردن، متوجه؟ و مطمئنن ایران پای میز مذاکره نخواهد رفت، این رو من به شما قول میدم. و یه چیز دیگه در مورد آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد هم رد صلاحیت خواهد شد، این رو من به ضرس قاطع میگم که ایشون میخواد هم با مصاحبه با شما گفت ما با آمریکا هیچ مشکل نداریم، میخوایم مذاکره کنیم، و هم قبلا یه همچین صحبتی رو کرده بودن. و به نظر میاد که مذاکره با آمریکا هیچ سودی نداره، نه با دموکراتش نه با جمهوری خواهش. باش، خیلی ممنونم، بذاریم خواهیم شوازن شد. ممنونم، مرسی، موفق باشم. آقای احمد نژاد خواهیم شوازن هیچ وقت نگو ما بدون همینطور مذاکره کنیم، گفتش که ما مشکلی نداریم، اگر چیز باشه اون از روی قدرت داشت صحبت میکرد. به نظر من بفرمایید. ببینید من داشتم میگفتم در دقیقا این کتاب چی گفته توی مسئله موقعی که جی 7 بود در فرانسه، درست، و که سال 2019 بود، گفتم که جان بولتون چی گفته، و من اشاره کردم که در این سیستم، در این حکومت امریکا، چه دموکرات ها چه ریپابلیکن ها بیان سر کار مطرح نیست. ما دشمن زیاد داریم توی کنگره امریکا، دشمن زیاد داریم، دشمنای قسم خورده و امثال مثل آقای جان بولتون هم زیاد داریم. خب و از آخرش اینه که اونهایی که چشم به این دارن که آقا بذار ترامپ بره و آقای جو بایدن بیاد که گفته ما میایم توی برجام، من میگم تا وقتی که اینجور آدم ها در سیاست های امریکا هستن که در خدمت آقای نتانیاهو، نتانیاهو هم اسمه دوستان عزیز، در خدمت اسرائیل هستن، خیلی هاشون، حتی آقای جو بایدن خوش گفته من صهیونیستم، درست، هم توجیه کرده، گفته، توضیح داده، گفته که تو نباید حتما یهود باشی تا زاینیست باشی، تو میتونی مسلمون باشی، میتونی مسیحی باشی، زاینیست باشی، درست. به هر حال حرفی که شما میزنین آقای مرتضوی درسته، ما باید روی پای خودمون بستیم، یعنی به این و اون کمک از اینجا و اونجا بیاد نه. یعنی ما ایرانی ها الان همین مثلا کاری که شما کردین برای علیرضا، یا ایرانی هایی که خارج از کشور هستن، ایرانی هایی که داخل هستن، ما بعد الان زمانی که دوران خیلی سختی هست، هر هفته ای نیست که اینا یک دونه دوباره تحریم نذارن روی ایران، همین هفته پیش اومدن تحریم کردن که صنایع فولاد ایران بیشتر تحریم کردن، آدم ها رو تحریم کردن، صنایع مختلف ما رو تحریم کردن، یعنی دیگه چیزی نمونده که تحریم نشه. خب من بحثم اینه که اگر این مسئله بخواد بره به سازمان ملل و نخوان که تحریم رو بردن، چون این راه حلی که اروپا داده که او ما یک سال دیگه ایران رو همینطوری نگر میداریم، میگیم این تحریم تو سازمان ملل برداشته نشه، یک سال دیگه ایران رو نگه میداریم تا ببینیم که یک سال دیگه امریکا چه تصمیمی میخواد بگیره. خب
یعنی دوباره همون ماشه رو نگه دارم. من نظرم اینه که اصلا ما، من نظرمه خب، باید ما از آژانس بیایم بیرون، هیچ فایده‌ای برام نداشته. خب الان شما نگاه کنید، تمام کشوری همین اسرائیل تو آژانس هست، به برای آژانس برنامه میده، هی میاد نمیدونم یه لپتاپ میده، نمیدونم پرونده میده، از هیچ کار است، ولی همه کاره اونجاست. خب امریکا تمام کشورهایی که اومدن امضا کردن قرار بوده که چیکار کنن، تمام سلاحهای هسته‌ای خودشونو کم کنن، درسته، و چیکار کنن به کشورهایی که به انرژی هسته‌ای و دانش هسته‌ای برای مسائل پزشکی احتیاج دارن و چیکار کنن کمک کنن. بله درست، که حتی برای بیماری‌های سرطانی ما و برای MRI نمیدونم این دستگاه‌هایی که با چیز هسته‌ای کار می‌کنه، اینا حتی اونم به ایران ندادن. درگه اصلا همه اینا داستان واقعا خام شوازن. یه تلفن دیگه هم داریم به این جواب میدیم. الو سلام دوست عزیز، بفرمایید شما رو خطید. جناب استاد مرتضوی، سرکار خانم مهندس شفازند، من بهمن افتخاری از دامنه های زیبای کرکس ایران خدمتون سلام عرض میکنم. ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر افتخاری، در خدمتتون هم خانم شفازند هم میشنوه. خدمت عزیزان عرض بکنم که ضمن بحث خوبی که داره انجام میگیره، این موضوع ارسال بنزین و کمک های در واقع پالایشگاهی به ونزوئلا کمک کردش به اینکه در واقع امریکایی ها متوجه بشن که دارن به سمت یک دره سقوط و شکست بدجوری میرن. ضمن تایید فرمایش سرکار خانم شفازند در مورد اینکه این جو بایدن تحفه خیلی جالبی نیست نسبت به ترامپ و فقط اسمشون شاید فرق بکنه، هر دو صهیونیست و آوانجلیست چند کاره هستند، ما واسه حواسمون جمع باشه. یواش یواش داریم یه موضوعاتی رو در خود امریکا میبینیم، از جمله یادداشتی که یک شخصی در antiwar.com چند وقتیش در اندیشکده کیتو در واقع این رو به تحریر در آورد که این اندیشکده کیتو در واقع به قبلا به عنوان بنیاد کخ، همون برادران کخ بله بله که خودشون متولی و مالک نفت ونزوئلا میدونن، درست بودن، در اونجا به رشته تحریر در آورد و حتی دونالد ترامپ رو به عنوان یک قول عصبانی اعلام کرد. خب قول عصبانی یعنی دیوانه، یعنی کسی که اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه و ما در اخبار و در جرایت شاهد هستیم که مردک داره هذیان میگه. خب اینها داره تعقیب میشه در رسانه ها و در دنیا. مزاله که موضوعی که ما هم بهش اشاره بکنم اینه که خودشون هم متوجه شدن که در واقع به سمت یک شکست بسیار مفتزهانه دارن میرن که این شکست قطعا به نابودی و اضمحلال این قدرت پوشالی امپریالیستیشون منجر خواهد شد و نیازی نیستش که ما در واقع کار خاصی بکنیم. خودشون دارن به قول کلانتری چیا خودزنی لازم رو انجام میدن. از لطفی که به من کردید، وقت دادید از ادبی کرده باشم، متشکرم. خیلی ممنونم، مرسی. ولی این تحریما به قول معروف ما رو داره اذیت میکنه، به همین خاطر ما گرفتاریمون. تا برسه به اون دیگه از اون گذشته، این تحریما پدر بچه های ما رو در میاره از نظر همین دارو و درمان و اونجور. خواهم شوازن بفرمایید.
برکت باشه یه چیزیه. خانم شوازن صدای منو داری؟ خانم شوازن بفرمایید، الان صدات اومد. میخوام بگم که گفتم ما ارادتمند آقای افتخاری هستیم و ازشون هم خیلی چیزا یاد میگیریم. من تنها چیزم اینه که ایران باید روی پای خودش بیسته، در به قول معروف راستای درستی هستیم و هر چقدر که خود شما گفتیم قدرت نظامی ما قوی تر بشه، صلح نسبت به ایران نزدیک تر میشه. یعنی زمانی که این موشک‌هایی که ما الان داریم، اینها باور کنه اگه نداشته بودیم این موشک‌ها رو، اینا الان حمله کرده بودن به ما. و ما هر چقدر که قوی تر باشیم، منتها باید مردم خودمونم که به همونطور که شما گفتیم فشار زیاده روی مردم، ما باید رابطه اقتصادیمون رو با کشورهایی مثل افریقایی، چه میدونم شمال افریقا، کشورهای آسیایی دوربین ایران، آسیای میانه، آسیایی، ما باید با اینا هرچی بیشتر نزدیک بشیم. و اینکه در تفکر یک سری ایرانی ها اینه که دنیایی که میگن، یعنی اصلا من نمیدونم چرا اینطوری فکر میکنن که ما باید حتما رابطه اقتصادی با اروپا داشته باشیم. ما جایی نداریم تو اروپا. بازارهای اروپا برای کالاهای ایرانی که کارگرای ایرانی میرن کار میکنن و بعد این کالاها فروش بره که کارگر کار داشته باشه و خانواده ایرانی بتونه درآمد داشته باشه که بتونه تو این شرایط بحرانی هم بالاخره زندگی کنه، ما جایی نداریم توی کشورهای اروپایی. مثلا شما میخواد صنعت ما با صنعت آلمان بیاد چیز رقابت کنه، مثلا یخچال ایرانی، یخچال چه میدونم جاروبرقی ایرانی، نه، ما توی کشورهای افریقایی، آسیای میانه، تاجیکستان، نمیدونم ازبکستان، قرقستان، ما همه اینجا جا داریم که جایی هستش که مردم اونجا اتفاقا به ایران دوست دارن. کشورهای افریقایی خیلی به ایران ارادت دارن. ما باید، من فکر میکنم این دولت آقای روحانی همچین فکرهایی نگه و تمام کاسه هاشو گذاش، به نظرن اگر نه همش، بیشترشو گذاش که رابطه رو با اروپا و غرب درست کنه. درست میگی، اروپا فقط ما تنها کاری که اینا میگن باید روابط تجارت داشته باشیم، یعنی خرید کنیم، یعنی از اونا خرید کنیم. در صورتی در خیلی جاها قیمت های اونا بالاست، ممکنه با بودجه ایران نخوره. یعنی منظورشون یه طرفه دیگه، شما اوردر میدی خرید میکنه. آخه از موقع هم رواج میدن تو بعضی از این شبکه های فارسی زبان هم میگن آره ایران نباید دنبال مثلا تولید اینو بره اونو بره فلان کنه، حتی چیزایی که کشاورزی میگه بخره ارزونتره. یعنی منظورش اینه که شما همیشه باید مشتری باشی و خریدار، نه که تولید. اون تولید محلی هستش که ما را میتونه نجات، یعنی هر کشور رو. الان ببین، حالا اینو بگم خدمت خانم جان، خیلی مهمه، خوش شد که الان یادم افتاد. سر دوستان، من بارها در مورد تاکر کالسن صحبت کردم در فاکس تی وی. تاکر کالسن یه آدمی هستش که از دوستای نزدیک آقای ترامپه، یه آدم ناسیونالیسته، ضد خارجیه، حتی شاید نجات پرسته، ولی بعضی موقع حرفایی میزنه که واقعا میشه اینا با طلا نوشته. همین شامل عالم میگه که ما در امریکا صحبت از چی میکنیم؟ ما در امریکا کشور مستقلی نداریم. وقتی ما میبینیم داروهای ما، همین پریروز دوباره نوشته در سایت فاکس تیوی، دوستان اگر میخوان من مقاله رو براشون میفرستم، میگه ما وقتی در امریکا نگاه میکنیم، میگه 90% داروهای مورد نیاز ما از چین میاد، ما نمیتونیم کشور مستقلی باشیم، ما نمیتونیم با چین در سطح جهان رقابت کنیم، برای اینکه چینی ها از ما جلو افتادن. و آقای ترامپ هم سعی کرد اینو به مردم بگه که چین از ما جلو افتاده، ما باید جلوشو بگیریم، ولی نمیتونیم.
وقتی چین فرد عصبانی بشه به ما دارو نده، ما موندیم. برای اینکه باید تولید محلی رو ببریم بالا. ما در امریکا از این تولیدها نداریم، ما مصرف کننده میخریم. آیا میتونیم کاری بکنیم یا نه؟ اگر این مسئله حل نشه، بدبختی های ما در امریکا ادامه داره. گفت آقای تاکر کالسن و دوستم در فاکس تی وی، اگر اینو یه ایرانی ناسیونالیست میگفت، میگفت آقا ولش کن، حالیش نیست، نمیدونم چیز نوکر اینه اونه. اینو تاکر کالسن داره میگه. نظر شما در این مورد چیه؟ خواهم تابدن. من با شما موافقم. ببینید، اتفاقا من برای شما دو تا ویدیو فرستادم. چند وقت پیش من یک دونه کلیپ دیدم در مورد یک استاد ایرانی در یوتا، ایالت یوتا، که یک چیزی رو کشف کردن و اتفاقا بزن پخش کنم. COVID-19 has been called the invisible enemy, but what if you could detect the virus in you or your environment and find out the results in just 1 minute? A University of Utah professor is developing a tiny sensor that he says can do just that. Traditional COVID-19 testing involves getting a cotton swab inserted into your sinuses and waiting up to a week for the results. But U of U engineering professor Masood Tabib Azhar has created a reusable sensor the size of a quarter, which can detect the virus in a drop of saliva, then give the results in 60 seconds. It could also detect the virus on a desk or an elevator button. The idea is to enable the user to be able to sample the environment around himself or herself and kind of know whether there are these viruses around. I would love to know if I kind of walk into a shop or a grocery store, I would like to know if there are COVID-19 in there, irrespective of its effect on me, or curiosity thing to be able to know if your environment is safe. The sensor could be connected to a cell phone, and an app would provide results, which, with the user's consent, could be shared with public health officials. The cell phone can send through that app the information regarding the presence of COVID-19 to some central location to come up with kind of a real-time map of what is going on, let's say, in Salt Lake City or state of Utah. Could Dr. Tabib Azhar's virus sensor be a game changer in stopping the spread of COVID-19? The National Science Foundation thinks so. They've just awarded him a $200,000 grant to develop the device. Now, the professor tells me that he could have a prototype ready for clinical trials in 2 to 3 months. خب دوستان، متوجه شدید که این آقای دکتر طبیب آذر که اینو اختراع کرده، شما ظرف یه دقیقه میتونی یکی را تست کنی با همین بزاق دهن، میتونی بفهمی که یارو این ویروس داره یا نه. حالا نه تنها این خوبه، میگه اهمیت در اینه که نشنال، یکی از سازمان‌های خیلی مهم علمی، اومده $200,000 پول داده که ایشون این تحقیق رو به کمال برسونه. در صورتی که یک ماه پیش شاید هم بیشتر سپاه اعلام کرد که این تخصص رو داره و اعلام کردن این همینو. همه مسخره میکردن در خارج، آقا مگه میشه؟ حالا این سردار سلامی اومده گفته، آقا همه میخندیدن. بفرمید، اونایی که اونجا میخندیدن الان اینو باید ببینن و خجالت بکشن که یک سازمان علمی در امریکا $200,000 هم بلافاصله روش سرمایه گذاری بکنه. بفرمایید خانم چاپزن. بله، من اتفاقا کلیپ اون سردار سلامی هم که براتون فرستادم، که تو اتفاقا این کلیپی که این استاد دانشگاه صحبت میکنه در مورد یک میدان مغناطیسی که به ویروس کرونا میدن. حالا من دانشمند نیستم که زیاد بتونم بر، ولی تا اینقدر رو میتونم بفهمم که میدان مغناطیسی درست میکنن و اون به اون دستگاه واکنش نشون میده. که این آقایی هم که در یوتا اینو توضیح دادن همونه، از میدان مغناطیسی دارن استفاده میکنن و اون ویروس رو مغناطیسی میکنن. خب همینو این همین توضیح رو سردار سلامی در این دستگاه. بعد چی شد؟ چقدر ایرانی ها مسخره کردن از اون بی بی سی و نمیدونم
سعودی اینترنشنال و اینا گرفته، همه گرفتن مسخره کردن و ایرانی های ما هم پشتش گرفتن مسخره کردن، حتی توی ایران، در صورت که همین حرفا رو این شخص زده منتها توی یوتاست. بعد اگر یویی گفتن من اینو به کسای دیگه فرستادم، او چه خوب آفرین، نمیدونم یه ایرانی تونسته این کار بکنه، ولی در اونم چون چه توی امریکاست. ولی اگر ما خودمون این کار رو انجام بدیم توی ایران، حالا سردار سلامی باشه یا بالاخره موشک هایی که ساخته شده، اینا همه بچه هایی بودن که توی ایران درس خوندن، اومدن توی این مسائل تحقیق کردن، بررسی کردن، همین نیروهای بالاخره وسایل نظامی که درست میکنن، من که از اینجا نکم، اون بچه های خود توی ایران کردن، پسرهای ما، دخترهای ما که تحصیل کردن با در خود دانشگاه های ایران. بنابراین این نشون میده که ما چقدر باید یاد بگیریم به خود باور داشته باشیم، به خودمون باور داشته باشیم. من اتفاقا میگم همین کلیپو شما برین در مورد توضیحاتی که سردار سلامی میده و چجوری حالا حتی تو خود ایران چجوری این مسئله رو خفه کردن، یعنی به خود باوری که ما مثلا اگه ایرانی بیاد توی خارج کشور، این خارج کشور خیلی چیزه، خارج کشور به خصوص امریکا، حالا همم نیست که امریکا تحریمون کردم، همم آرزو دارن بیان امریکا، خیلی اینجا میدونی آخه گل بل بله. بعد به خود باوری، یعنی ما تنها زمانی میتونیم از درون این بحران، این اوضاع بحرانی بیایم بیرون که به خودمون باور داشته باشیم و این مسئله اتحاد بین ایرانی ها و درد مشترکی که داریم بتونیم از این دوران بحرانی بیایم بیرون خیلی مهمه دیگه. مثلا این که نه به اروپا ما باید دل ببندیم که برای ما کاری میکنه، برای اینکه نشون داد اروپا که با وجودی که امریکا از برجام اومد بیرون و اینا کسایی بودن که اونجا رو امضا کردن، اون برجام رو امضا کردن، یک قدم نتونستن اینا انجام بدن. یعنی یه نفر بیاد به من بگه که شما اشتباه میکنی، اروپا اومد این کارو کرد، خب یعنی تمام شرکت‌های اروپایی کشیدن بیرون. ما الان خودمون میبینیم که لولوهای نفت و چونم لوله‌های آبرسانی رو کیا انجام میدن؟ خود مهندسین خود ایرانی دارن انجام میدن تو این شرایطی که همه چی تحریمه. حتی شما یه چیز کوچیک در مورد تکنولوژی بخواین ازتون دریغ میکنن. نمونهش بچه‌های پروانه‌ای ما، اینا گرفتن بانداج رو به ایران نمیفروشن، خب که بچه‌ها بیشتر زجر کنن. اینایی که صحبت از حقوق بشر میکنن، آیا جان اون به هفت و بچه‌ای که 3 ماه پیش جون خودشون رو از دست دادن به خاطر اینکه این دوای مورد نیاز نرسید، آیا این مسئله حقوق بشر نیست؟ آیا با فشارهای اقتصادی، غذایی، دارویی، خدا رو شکر که ایران 70-80% داروهای خودشو خودش درست میکنه. شما ببینید اگر با این جمعیتی که ما داشتیم مثل زمان عراق که اومدن تحریم کردن که 500,000 تا بچه عراقی از اسهال و نبودن آنتی بیوتیک و اینا جون خودشون رو از دست دادن، ما که به اینجاها نرسیدیم. خب یعنی پس ما اگر روی خودمون، روی نیروی خودمون تکیه داشته باشیم و پشت نیروهای نظامیمون باشیم که دفاع میکنن از ایران، از این مرز و بوم، از این خاک ایران، از این بوردرها و مرزهای ایران دفاع میکنن، باید واقعا پشتیبانی بکنیم. دقیقا درست گفتید. اتفاقا در حالت بحرانه که آدم خودکفا میشه. من فکر میکنم که بچه های ایران هم انقدر که پیشرفت کردن در همین تحریم و بحران و واقعا هم کارهای فوق‌العاده انجام دادن که تقریبا نزدیک به معجزه است. الو سلام دوست عزیز، بفرمایید شما رو خطید. سلام عرض کردم جناب آقای
آقای استاد حسینی عزیزم بفرمایید، در خدمتتونم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو میشنوم. بفرمایید. سلام دارم خدمت احمدی، شنوندگان شما، مخصوصا سرکار خانم دبازن. خواهش میکنم. چند البته بنده شاگرد شما و ایشون هستم. خواهش میکنم. در رابطه با مسئله که مطرح بود خدمتتون عرض میکنم. ببینید خب حالا در رابطه با اینکه تمامی دشمنی های آمریکا و غرب به طور کل اینا همه زیر سر صهیونیست هاست، این دیگه یه چیز بسیار روشن و مشخصی هست. من در این زمینه نمیخوام حرف بزنم، میخوام در رابطه با مسائل داخلی مملکت صحبت کنم یه چند کلمه. اوکی. از شما که عرض میشه تحریم یه چیز جدیدی برای ما نبود. از زمانی که انقلاب پیروز شد، از زمانی که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت، تحریم همراه با ما بوده. ما در جنگ تحریم بودیم، بعد از جنگ تحریم بودیم و مشکلی که ما این اواخر پیدا کردیم این بود که دور آقای روحانی وقتی که روی کار اومد برنامه خاصی به جز همون مذاکره نداشت متاسفانه، و لذا تمام برنامه ها خلاصه شد در همون داستان برجام. و خب دولت روحانی بلند توری های اینها ریشه در تفکرات آقای رفسنجانی داره که میگفتن دوران موشد گذشته و این حرفا. درست. و به همین دلیل شما میبینید که ما در اقتصاد که به دست دولت ما بود متاسفانه موفقیتی به دست نیاوردیم. مهمترین دلیلش این بود که تمام نگاه به غرب بود و ما از همسایگان شرقی خودمون و همسایگانی که اطراف خودمون بودن غافل شدن. من سلام مدرک میدم که سفیر سابق روسیه در ایران توی برنامه افق ایشان صحبت کرد، من تعجب میکنم ما تمام برنامه‌مون تو منطقه با شما هست، کشور ما روسیه، تمام برنامه ما با شما، هم پیمان ما شما هستید، مسائل سری ما با هم دیگه هست، اما متاسفانه مسائل اقتصادی شما چرا با ما شما برنامه اقتصادی نداری، به ترکیه چندین برابر شما با ما معاملات اقتصادی داره. یا از این بگذاریم، همزمان با همین عقب‌ماندگی اقتصادی شما ببینید چهار تا جوان که از داخل جنگ میان مسائل نظامی ما رو جلو میارن، اینها نه تنها از غرب، از شرق هم به اصطلاح چشم دمه به شرق هم نداشتن. من برای اینکه برای اثبات حرف خودم خاطره شهید کاظمی رو میگم. ایشون میگن که با شهید تهران مقدم به روسیه رفته بودیم توی هتل، دو روز ما رو ایران کردن، یه مرتبه دیدم ایشون لباس چه پوشید گفت بریم، گفتم کجا، گفت بریم ایران، گفتم ما وعده داریم، نه گفت نه اینا هیچی به ما نمیدن و ما باید خودمون بسازیم. یه چیزی بگم آقای مرتضوی، درست، در مسائل اقتصادی بچه های جنگ هر جا وارد شدن موفق شدن، حتی در مسائل اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی حضرت امام، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، اینها اگر درآمدی تونستن کسب بکنن، کسانی که اونجا دارن اداره میکنن بچه هایی هستن که شب و روز جون میکنن، شب و روز تلاش میکنن و رهبری نظارتی بر این مؤسسات داره که متاسفانه الان اون کاملا متوجه هستید که همیشه تخریب میکنن. این که در حساب رهبر ایران فلان است، خب رهبر ایران یه شخصی هست که اگر در خارج از ایران یک دلار در حساب ایشان قرار بگیره بلافاصله بلوکه میشه و از دست ایران خارج میشه. در داخل ایران هر حسابی به نام رهبری باشه بلافاصله به راحتی قابل شناسایی و قابل تر هست برای مردم. کدوم مگه حضرت آیت الله خامنه‌ای به جز اون محل سکونت خودش به بعضی اوقات تا مشهد یا شهری دیگه میره، کجا میره که ایشون بخواد از پولی که بخواد به نام خودش نگهداری بکنه استفاده بکنه؟ هزینه های نظامی ما جناب آقای مرتضوی، آقای رئیسی خیلی خوب توضیح داد توی اون برنامهش، اما من یه چیزی بگم، هزینه ای را که آقای رئیسی فرمودن، این هزینه برای منطقه نبود و 13 میلیارد دلار، اون هزینه شامل حقوق به
پرسنل نظامی ما شامل هزینه های پشتیبانی به اصطلاح اون کارهای تولیدی نظامی ما شامل تمام اینها میشه، یک قسمتی از این هزینه به دست سپاه قدس میرسید و توی منطقه هزینه میشد. کجا 13 میلیارد دلار ایران توی منطقه می آورد هزینه میکرد؟ این 13 در سال برای تمام هزینه های نظامی ما این مبلغ به اصطلاح هزینه میشده، که بعضی اوقات متاسفانه وقتی که آمریکا گفته که ما اینقدر بیلیون دلار اونجا نمیفهمم هزینه کردیم، بعضیا میان 13 میلیارد دلار ایران در مقابل این قرار بدن. اصلا اینطور 13 میلیارد دلار همش خیلیش توی ایران هزینه میشده. یه چیزی شده است قاسم سلیمانی میرفت منطقه. به چه دلیل هم قاسم سلیمانی موفق شده؟ به این دلیل که ایشون ورود نکرد، ایشون نفوذ کرد. قاسم سلیمانی توی عراق 80 تا نیرو همراه خودش برداشت برد روز اول، ولی بعد از چند وقت یک نیروی قریب 200,000 نفری 8 شعبی رو به وجود آورد و همه‌شون بچه خود عراق هستن. توی سوریه دفاع الوطنی مال خود سوریه هست و توی لبنان حزب الله مال و مال خود حزب مال خود لبنان هست. به یه جمله کوتاه دیگه هم بگم وقت بقیه رو نگیرم، در رابطه با ببخشید یه لحظه من این اینجا به اصطلاح نوشته بودم. خب بگذاریم وقتونو نمیگیرم. به هر حال ممنونم دکتر حسینی عزیزم، سپاسگزارم. قربان شما. یه لحظه نگاه ساعتم کردم دیدم خیلی وقتونو گرفتم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم، لطف کردید. خدا نگهدارت. مرسی. خداحافظتون. خانم چفازن صحبتی دارید که بکنید تا خداحافظی کنیم؟ بله، من در تایید حرفای آقای حسینی و جواب اون ایرانی هایی که همیشه تو فکرشونه و همیشه تا میای صحبت کنی مطرح میکنن که ما خودمون تو ایران خیلی فقیریم، گشنه داریم، نمیدونم مردم ندارن، ما چرا میریم هزینه میکنیم میریم توی سوریه؟ به ما چه سوریه؟ به ما چه لبنان؟ نمیدونم به ما چه که دفاع کنیم از حوتی ها در یمن؟ من فقط جواب این دوستانو بگم که که روی خط دشمنو نیفتن. دوستان عزیز، وقتی که شما اینطوری سوال میکنین، سوالم کنین که چرا امریکا بلند میشه این همه را میکشه میاد توی کجا؟ خاورمیانه، هم توی کویت هست، توی بحرین هست، تو عربستان سوریه، یعنی هر جا بگین تو سوریه هست، هر جا بگین دست داره. خب پس چرا این همین سوالو که ما در مورد خودمون میکنیم چرا در مورد اونا نمیکنیم؟ بعد جواب دیگه اینی که اون جنگی که ببینید هدف اسرائیل و عربستان سعودی و امریکا اینه که از اولی که حمله کردن به افغانستان، حمله کردن به عراق، هدف ایران بوده. ایران کشور قویه، باید تقسیمش کنیم، جدا کنن این ملیت‌های مختلف و یا قوم‌های مختلف رو تو ایران چند بخشش کنیم، کوچیکش کنیم. ایران بزرگه، هم جمعیت زیاده، هم بزرگه، هم قدرته. ایران تاریخی قدرت بوده. بنابراین اون جنگی که قراره بیاد در خانه ما، در کشور ما ایران به وجود بیاد، این جنگ داره تو سوریه انجام میشه، این جنگ داره تو عراق انجام میشه، این جنگ داره تو افغانستان انجام میشه. ما باید اون کشورها هم به امنیت برسن تا ایرانم امنیتش کامل بشه. یعنی اگر این کشورها در حال جنگ باشن و اگه امریکا بتونه اونجا پیروز بشه و اسرائیل بتونه در سوریه پیروز بشه، شما اینو شک نداشته باشین که بعدش فروپاشی لبنانه و بعدش ایرانه. یعنی اینا پاشونو میذارن توی ایران و در حقیقت این جنگی که داره در سوریه اتفاق میفته جنگ ماست. خیلی ممنونم خانم شفازن. مرسی، بسیار عالی بود، استفاده کردیم. ممنونم از وقتتون خانم شفازن.
تا گفتگوی دیگر من از شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون آقای مرتضوی. خدا نگهدارتون. کار خوبتون هنوز ادامه، همینطور ادامه بدید. تشکر میکنم با همکاری شما. دوستان گرامی، گفتگوی ما را با خانم آزیتا شفازن در واشنگتن دی سی را شنیدید. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده بردید. با ما در تماس باشید. همچنان ایران دوستان را خبر کنید که تنها رسانه‌ای که راجع به ایران و مردم ایران داره صحبت میکنه در چارچوب همین ایران دوستان. چون این رسانه یعنی یو اس ایران تی وی، تلویزیون ایران دوستانه. و ما از شما ممنونیم که با ما هستید و با ما همکاری میکنید و همیاری، و انشالله که همیشه سالم و پایدار و موفق باشید. وقت منم تموم شد. من بسیار سپاسگزارم از وقت شما. تا برنامه بعد همه شما را به خود